توی مصاحبه ای گفتی که علی روانش پاکه. نه من میخواستم بگم گفتم آره گفتم من خودم فهمیدم چی گفتم. مهمانان داریم. چه مهمانانی؟ هر دو جدا جدا اومدن تو این برنامه، با همین برنامه با هم ازدواج کردن و از اون موقع لعن و نفرینش برا منه. من منظوری نداشتم اون شب که گفتم چرا ازدواج، اصلا نمیخواستم به اینجا بکشم ولی شد. ازدواج کردین؟ نه. چرا؟ چون قبلا تا سن 24-5 سالگی خواستگار داشتم ولی از 24-5 سالگی به بعد دیگه نه. دیگه؟ مخصوصا دیگه وارد این حرفه که شدم دیگه اصلا. از 24-5 سالگی چه اتفاقی افتاد؟ یه قطع شد اصلا. بله. چی شد؟ نمیدونم ولی... خودتون فکر میکنید چی شد؟ چون زشتم دیدید. نه. به خاطر اون نیست. نمیدونم یه ذرم درگیر همین درس و دانشگاه بود و کلاس و فیلم و اینا بودم. ولی خب دیگه آدم وقتی که معروف میشه میگه خب حداقل باید یه اتفاقی بیفته، یه نفر در خونه آدم بزنه، ولی نه هیچ اتفاقی نیفته. عجیبه، خیلی عجیبه. چی شد زن علی شدی؟ علی آخه علی رو من خیلی سال بود میشناختم، اصلا برنامه دوره همی هم سریه پیش اومدم علی دعوت هم کرد، یعنی گفت بریم، ولی نمیدونم یه هویی شد. چیزی که به هم گفت و خیلی یعنی حالا دیدی بقیه آدم ها دغدغه‌هاشون چیزای دیگه است، ولی خب به من گفت 60 سالگی میخندونمت. تو باره خوشبخت رفته بهش گفته من زنم شو، من تا 60 سالگی میخندونمت. اونم گفته بله. خب آخه نه، با هم دیگه سر کار بودیم، بعد سر سریال پیکسل، سر یه سریالی بودیم و اونجا یه شب خیلی بچه ها همه نشسته بودیم، خیلی خوب با علی حرف زدیم، خندیدیم. بعدش که یعنی قرار شد با هم ازدواج کنیم، گفت تا 60 سالگی میخندونمت. ببین اون شبی که شما رو گفت، تو اون حجمی که من خنده با زنش میشدم. دلیل نمیشه. چرا؟ خب واقعا دلیل میشه. ببینین آدم واقعا با آدمایی که عبوسن، با آدمایی که همیشه ناراحتن مشکل دارن. ببینین الان علی هم خب خیلی مشکل داره، از 100 جا شاید داره کار میکنه، هر کدوم اینا هم خودش مشکله، ولی خیلی ها هستن که کمتر از علی حتی یه دونه کارم دارن ولی همیشه ناراحتن. من اصلا نمیتونم اون آدما رو تحمل کنم، به خاطر همین وقتی که علی اینجوری گفت دیدم خب آره واقعا علی اینقدر خوش اخلاقه و در هر شرایطی اینقدر مهربونه و خنده از رو لباش نمیره که آدم دوست داره زنش بشه. کجا بود پرسیدم از بازیگری به خودت چند میدی؟ گفتی 100؟ بله. از 100 100. بله. هنوز میگی؟ چه جور بازیگری هستین؟ بازیگر خوبی هستین؟ خودم فکر میکنم خوبم. از 100 چند؟ بخوام نمره بدم 100 میدم. به بازی خودم 100 میدم، حالا قسمت نشده، شاید نتونستم توی یه فیلمایی که خوب باشه بازی کنم، دیگه اون تقصیر منی که. من منظورم این بود که من از 100 که، ولی خب هر کسی گفتم خودش میدونه چی کار میکنه، من منظورم اون بود. به خیلی از بچه هم برخورده این حرفه من، ولی دیگه به هر حال چیزیه که خودم قبولش دارم و هر وقت هم ازم بپرسین همینو میگم. از 100 به خودت چند میدی؟ 100 میدم. به علی چند میدی از 100؟ به علی 100 میدم. شما چی؟ نرگس خیلی به ازم بازیگر خوبیه. چرا نشده؟
نشده به خاطر اینکه نزدیک 4 سال که درگیر ستایش بودم، ستایش رو داشتم کار میکردم. بعدشم ببین پشت سر هم اون موقعی که شروع کردم کار کردن دارم کار میکنم، ولی خودم فکر میکنم شاید اگه یه وقفه میدادم، یه مدتی رو صبر میکردم، شاید اتفاق بهتری میافتاد. ولی من الان از جایی که هستم راضیم. میدونی من سریال ستایش رو ندیدم، سریالی که نرگس باش معروف شد. اگه اینقدر دروغ بگم جای دیگه، اینجا اصلا دروغ نمیگم. آره اینجا الان اولین دفعه شما جای ما باشیم. بده راست گفت. عرض کنم که واقعا، ولی واقعا بازیگریشو خیلی دوست دارم. من آدم سختگیری هم هستم، در یعنی در مورد بازیگرها آدم سختگیری هم، یعنی فکر میکنم که نقطه ضعفاشونو میبینم، حداقل بیننده خیلی خوبی هم در مورد فیلم و بازی. به نظرم خیلی بازیگر خوبیه نرگس و من لذت میبرم واقعا از تماشای بازی. راجع به نقش ها با هم مشورت میکنین؟ بله. و ایراد میگیرین؟ بله من فکر کنم 3 تا فیلم نذاشتم بره تو همین مدت. نذاشتی بره؟ نه 2 تا سریال و 3 تا فیلم نذاشتم بره. بله. فیلم های خیلی یکیش فیلم به هر حال بفروش و چیزی هم بود، ولی به هر حال وقتی به من نظر، نه که نظرم بره، نظرمو بهش گفتم، گفتم به نظر من این به من واقعا ربطی نداره، در نهایت خودش تصمیم میگیره، ولی فکر کنم به خاطر حرف من نرفت. یعنی من بهش گفتم این نقش خوبی نیست و قبول کرد و نرفت. حتی من یه فیلمنامه رو بازنویسی کردم که به خاطر اینکه نرگس قرار بود بازی بکنه. چند سالت علی؟ من 34 سالم. 34 و منم 34. 34. بله. تو نه نمیخوره. نه ولی من بگیر بودم، اما تقصیرشو با 2 نفر نبود. نه اب نداره. ولی تو 34 سالت. بله بله. ولی نه چند سال؟ کی من 34 دیگه. تو 34 سالت. حسین 34 ساله با شما دوستم. 34 سالم. تو متولد 62. 62. بله. 57. چیکه حالا علی جان دیگه، حالا دیگه اینترنت الان شب یلدا هم هست. نه 57 اصلا پید آقا جلوی مردم کرم اینترنت هم. آخه من خودم هم همیشه میگفتم مثلا یه چیز دیگه گفتم، ولی یه چیز دیگه واقعا. ولی 57. نه باور کنی بابا من از 13 سالگی دارم کار میکنم به خدا آقای مدیر. مثلا نگفتم از کی واسه همین زیاده منو میشناسین باورتون نمیشه. نه ولی متولد 57. نه بابا 62. نه 62. 62 شما هم 62. اینترنت زدن اشتباهی. 56. باور کن. چه ماهی؟ اسفند. چه ماهی؟ فروردین. بزرگتری؟ آره. توی مصاحبه ای گفتی که علی روانش پاکه. نه نه من میخواستم بگم. گفتم خب. آره گفتم. من خودم هم فهمیدم چی گفتم. من میخواستم بگم که یعنی علی انقدر قلبش خوبه، انقدر آدم خوبه، مخواستم بگی دلش پاکه. دلش پاکه. نه دله رو گفتم. اومدم بگم من نظر مغزی هم نه منظورم اینه از نظر مغزی و روانی هم خیلی خوب آدم پاکیه. مثلا من الان پیش علی، حالا این گفتنش درست نیست، ولی من الان پیش علی واقعا من شاید خیلی بیشتر بد اخلاقی میکنم، خیلی بیشتر گیر میدم. به خاطر همین منظورم این بود که روانش هم پاکه مثل قلبش. فهمیدی؟ به حال متوجه شدن که دقیقا چیه ماجرا. با این تعریف منم روان پاکی دارم. شما از بهترین های روان پاک، خوبای روان پاک هم. نرگس هم همون اندازه خوش اخلاق و بله خیلی خوبه، خیلی مهربون و خوش اخلاقه. ولی یه ولی داره. ولی داره. بله ولی داره. خب یه جوری بگم که بهش پخشش کرد. عرض کنم که چیز که زبانش که دیگه قاصر میشه از حرکات فیزیکی استفاده میکنه. چه حرکات فیزیکی استفاده کرده؟ کتک میزنه من آقای بودن. نه شوخی میکنم. چیزه
ضربات هولناکی وارد میکنه وقتی که دیگه اصلا نه از خنده یا از مثلا آره، ولی واقعا آدم مهربونیه، واقعا آدم خوشقلبیه. یه مادرزن من دارم اینجا بهش سلام میکنم، خیلی مادرزنم رفته، خیلی ایشونم بگو بخندن، ایشونم خیلی آدم درجه یک و به قول معروف سرحالیه تو خونه. یعنی و همه کارهای عروسیتون رو مادر خانومت کرد، تو هیچ کاری نکردی؟ نه من هیچ کاری واقعا وقت نداشتم، آخه سرم شلوغ بود واقعا. ایشون خونه رو زحمت کشیدن، ما رفتیم فقط خونه رو پسندیدیم، یعنی خود من خونه رو پیدا کردم پسندیدیم، ایشون رفتن کلیدو از صابخونه گرفتن، اصلا من کانادا بودم، بعد خودشون وسایل خونه رو چیدن، خودشون همه کارا رو کردن و فقط ما رفتیم کلید انداختیم. آخرین کاری که کرد که هنوزم مونده رو دلم، 10 روز مونده به عروسی، قراره یه عروسی عکسی بندازیم و عروسی و اینا، اومد گفت نرگس من دارم میرم ونیز، جشنواره ونیز دعوتم و مهمه، خب همون روز میام. روز عروسی رسیدم. اصلا روز عروسی رسید. روز عروسی رسید. همون داشت باز خوبه روز عروسی آره رسید. داشت تازه میگذش، یعنی به موقع رسیدم سر، یعنی هواپیما تاخیر داشت نمیرسیدم به روز عروسی. و ولی خب دیگه، خب من اینجوری هم دیگه، یعنی اینجوری زندگی کردم و اینجوری هم هستم واقعا. ولی خب یه خودم چه گناهی کرده طفلک که تو اینجوری دیگه چیکار کنم دیگه، میگه مجبور بودم که این همه کارایی که گفتی سخت دادم. چی گفتی اول؟ چی گفتی؟ اولش دو ساعت خندیدیم. نه میخواستی تقاضای ازدواج کنی؟ ما رفتیم سر یه تئاتری با هم مشهد، اول یا درخواست ازدواج؟ ازدواج. اینو رفتیم با هم یه سر یه تئاتری مشهد، من لاله اسکندری دوست صمیمی ماست با خواهر نرگسشون، رو خواهش کردم که بیان، رفتیم داخل حرم و خب به هر حال میشناسن و اینا، یه جای گوشه‌ای پیدا کردیم و لاله در واقع ماسک کرد ما رو، یعنی ما رو چی میگن؟ پوشش داد. من نرگسم گفت چرا اینجوری میکنی؟ اینجا چیه؟ چی شده؟ چرا نمیریم؟ منم بعد همون موقع صدای ناقوسا که به صدای همین زنگ در واقع زنگ ساعت، ناقوس ساعت به صدا در اومد، من درخواست ازدواج کردم ازشون و حلقه رو و زد زیر گریه و اینجوری شد. و یه تیکه گریه کردم از خوشحالی دیگه؟ نه تقریبا فکر کنم برخورد بهش. نه آخه توی حرم خب اصلا انتظار نداشتم، از اون یه ذره گریم گرفت همزمانم که صدای زنگ و اینا اومد به خاطر اون. چقدر عالی. برای اولین بار اینجا بگین که چیزی از نرگس دیدی که خیلی بهت بر بخوره ولی نگفته باشی، فقط آره یا نه. آره. چی بوده؟ گفتی نگه که. پریروز چند روز پیش بهش گفتم رفتیم سوار هواپیما شدیم، چیز کوچیکه، چیز بزرگ نیست ولی خیلی من بر بخوره نه، چی دلم گرفت. میخوای بگی؟ نگه. نه اصلا از اینجا دیگه به بعد دیگه دست خودش نیست، تا اینجاشو گفته. بذار بگم بعدا میریم تو تدوین در میاریم با آقای بادش. رفتی سوار هواپیما بشی؟ آره. بعد من حالم خوب نبود، همین الانم میبینی یه خورده کسالت دارم، سرم خوردم و اینا، بگم دیگه نداره. نگم آقای مدیری داره یه جوری منو نگاه میکنه. نه اون حرکات فیزیکی که نه دیگه، تو ولش کن چیزایی دیگر. نه این آخه با مزه است، با نمکه، چون با نمکه میگم وگرنه که. بعد منم اینجوری این آب اینجوری میریخت، حالم بد داشت نفر اینجوری نشستیم تو هواپیما. کاپیتان گفتش که مسافرین عزیز، ما 2 ساعت اینجا روی باند هستیم و نمیپریم، 5 ساعت هم فاصله داریم تا تهران، یعنی از اون مقصد بخاطر هوا 2 ساعت هم ما رو باند میشستیم، 5 ساعت هم تو مدت پرواز. بعد ورشه بودم نرگس میگه که، دیدم نرگس اینجوریه، گفتم خب پا میشه به هر حال دیگه، یه چرت میزنه پا میشه، منو تنها نمیذاره تو این شرایط، من حالم بده به هر حال، بابا یه 2 کلام حرف میزنه اینا. کات هواپیما چرخا رو داشت میزد زمین، اینجوری زد زمین، گفت چی شده؟ گفتم رسید عزیزم و اینا.
بعد اومدیم تو ماشین 7 ساعت من تنها اینجوری میلرزیدم تو این هواپیما، این آب داد فلان. اومدیم تو ماشین بودم نرگس واقعا حتی قرص هم نمیوردی برای من بالا، من حالم بده، من فلانم اینا، یه خورده به من توجه داشته باش، وقتی من مریضم آدم افسرده میشم اینا. گفت باشه تو ماشینم خوابید تا خونه. چطور؟ تو ماشینم خوابید تا خونه، تا خونه یک ساعت و نیمه و فرودگاه تا خونه. یه بارم تو هواپیما داشت حرف زد اینجا جلو دلشی گرفتم 45 دقیقه اونجا ما خندیدیم تا برسیم تا 60 سالگی. گفت همین کارا رو میخوای بکنی؟ همین داره برام خونده، خدا شاهده اینجوری تا 100 سالگی میتونید بخندید. یه شب نمیخندونمش، میاد لبای میگیری عشق تو چشش، میگم جانم چیه الان؟ میگه یادت باشه امشب منو نخندوندی. ها چه خصلتی میخوای بگی از نرگس که دوست نداری؟ من آقای مدیری خصلتی از نرگس نیست دوست نداشته باشم. من اصلا موقعی که با نرگس ازدواج کردم واقعا تصمیمو گرفتم موقعی که باهاش ازدواج کردم، یعنی اینقدر ازش خوشم اومد و از اخلاقش مخصوصا، چون اخلاق میمونه، آدم بسیار مهربون و درجه یک و باگذشت و خوشقلب و خصلتی نداره که واقعا من دوست نداشته باشم. من نرگس فقط گریه میکنه من واقعا نمیتونم تحمل کنم، یعنی انقدر سر مثلا چون حلقشو جا گذاشته بود، خیلی دلنازوکی، خیلی، یعنی مدام هر چیز کوچکی میتونه به شدت ناراحتت. خیلی حلقشو جا گذاشته بود، یک ساعت و نیم دونه ای انقدر عشق میریخت. مالم آخه چرا آخه چی؟ خب حلقه ازدواج برای خانم خیلی مهمه. اگر گم کنه جا بذاره، آقا لوبیا پلوش تا گرفته بود گریه میکرد. این حالا یه چیز، این حالا یه چیز، حالا مثلا این جدیده رو گفتم، اصلا هر چی اصلا این گله گله عشق میرزه اینجوری پایین. نه سر غذا اینجوری نبود، سر غذا این بود که مهمون داشتیم، بعد میخواستم برم تئاتر، غذا رو آماده کردم گذاشتم، آره عارف و خانمش میخواستم بیان، الهام غذا رو گذاشتم بهش، گفتم علی من میرم میام، تو فقط اینو مواظب باش. اومدم دیدم عارف بیچاره نشسته داره نون پنیر میخوره. نه بابا براش سوسیس سرخ کردم. آره داشت سوسیس، من گفتم عارف چی شد غذا؟ دیدم از یه قابلمه به این بزرگی انقدر مونده، انقدرشو نجات دادم دیگه، بد کردم. اون همه غذا سوخته متوجه نشدی؟ خب این گله گله عشق به خاطر چون مهمون داشتی، بی خیالی تو بوده، داشت تاریخش میگه، نه به خاطر لوبیا پلو. گله گله عشق بودی که چرا اینقدر بی خیالی؟ این جهازی که آورده دیدی؟ قابلمه بو نداشت، نه بو داره نه صدا داره. آقای مدیر در این قابلمه رو میذاری یا یعنی اصلا هیچی، نه بو میاد نه صدا. این که جز جهازهای خوبه اصلا، آقا چه به درد میخوره وقتی میسوزه نمیفهمی؟ یه بوی بلند کنه عزیزم. جهاز خوب الان جهازیست که در قابلمه رو بذاری نه بو بیاد بیرون نه صدا بده، معلومه خیلی سفته همه چیش درسته. آقای مدیر استدیو ضبط موسیقی بذار کنید. آقای مدیر بعد با آقای مدیری همه شرف بذار. البته بله اینجوری اشکال من نبود، از قابلمه بود. خیلی خوب. بعد عارف خدا بیامردم سوسیس خیلی دوست داشت، اینم بی تاثیر نبود. آه برام درست کرد. روح شاد، روح شاد واقعا، روح عارف لرستانی، روح علی معلم شاد. و هنوز باور کردنی نیست که اینا نیستن واقعا.